مردم عزیز خانواده گرامی سلام و درود یک وقت ما, ما شما میشونیدیم که فنلند شادترین کشور اروپاست و چی و چی حال روزگارش به اندازه چپه شده که میگه رای صلح اوکراین که به این مربوط نیست از میدان جنگ باید بگذره اینه با, مفتی جنگ تبدیل شد ای از کمالات چی است ناتو است اینی که یک کشور به اینی حالت رساند. خب اینال کل اروپا زیر سایه ج... جنگ چی وضعیت میتونه داشته باشه. اقتصادش با کنار در سوی دیگه طرح بی ناتو در دست انجام است. ناتو و امریکا که میگه بعد از اوکراین یک تخته پرش استراتژیک باید با تمام قدرتش ایجاد شود او کجاست مولداویا در خود اوکراین حال دیگه آخر برای آخرین فصل جنگ آمادگی است سنگرکنی حفاری جو به بلنداژ سازی یعنی اصطلاح در وطن ما شما زیاد معروف است یعنی ساختن بلنداژا در کجا در دو شهر بسیار مهم در خارکوف و عدیسه طرح بی که گفتیم برای اوکراین آماده میشه این ایشیا تایمز گزارش کرد که دنیای غرب مولداوی را به عنوان تخت خیز یا سکوی پرش برای ارتش هایی که جمع میکنن بعدا در جنگ آینده آماده میکنن یعنی قربانی دیگه پیدا شد قربانی پس از اوکراین غرب با شکست قریب الوقوع کیف کاملا آل معتقد شد کی رفت از دست رفت آل دنبال تختی خیز جدید است به صلاح ترمینال جدید در ایشا تایمز نویسنده مقاله که گفته نوع مطمئن است که مولداویا خود یک نقش ایدئال است نقش ایدال میبینه که یعنی توجه غرب چقدر اینجا اما اگر مکرون اونا رو برای کمک به کیف بفرسته قوات های نظامی را میتونه به نقطه ترانزیت برای نیروهای فرانسوی تبدیل شود کجا؟ مولداویا دیگه نانش در روغن تر میشه دیگه با اصطلاح ما شما که میگیم اما او اقتصاد جنگیز او اقتصاد عملیاتی است او اقتصاد زیر زربه است او اقتصاد زیر بارمون مرمی است دگه ای که مولداوی چی محاسبه داشته باشه در آینده معلوم میشه خب میتونه به نقطه ترانزیت هم به فرانسه هم به همه جا هم به امریکا هم به آلمان به کل ای فعلا مکرون بسیار در فرانسه بیتاب است او میگه که ما میریم امنیت جزیره کریمه را تحرید میکنم وزی قبیل و به نظر میرسه که نخستین ضربه مکرون بخوره از مجموعی احوالاتی که ما دنبال میکنم امی تو میشه اینا و پولندی ها و استونیا استونیا دیگه بسار بخی سیم گفته مردم ما شما سیم لچه هست طرح قابل اعتماد که اینا میخواین درست بکنن به صلاح که همینطور گفتی مردم تو سات واری کار بکنن براحتی میتونه شکست بخوره بخاطر از این که مولداویا یک کشور باثبات نیست ای کشور هم طرفداران اروپایی دوش زندگی میکنن هم طرفداران روسیه اما چیز برابر با مراد نیست واشنگتن از گفتگوی راهبردی مولداویا و امریکا استقبال میکنه که اینا رو بکشن پسان به یک پایگاه ریزرفی اینا رو آماده بکنن گفته شده که فعلا 320 میلیون دلار به اینا کمک میکنن مرکزش کیشینو است با کیشینو کمک میکنه هست. تمرینات نظامی مشترک هم چی است در دست انجام است ای کشور به دلیل موقعی که داره در صورت فروپاشی اوکراین میتونه به نقطه شروع دیگه شروع یک استراتژی پس از اوکراین که هدفش کجا باشه اودیسا و کریمه از اینجا جنگ اودیسا و دفاع کریمه از همیجه صورت بگیره خب معلوم دار که خب سریال بین بخش بعدی سریال جنگ از دکه. ای که در بعدا چی میشه کس نمیفهمه یعنی واق در واقع چی اتفاق افتاد کس فهمیده نمیتونه از کجا مولیم که روسا ها کودتا کنن مثل نیجر واری اینا رو بکشن که مگرونه کشیدن ایگه پا هم هست رئیس امنیت اوکراین چی میگه؟ در, با در پایان بهار و آغاز تابستان روسیه در دونباس حمله میکنه یعنی به با مناطق باقی مانده دونباسی که خود روسیه تعریف کرده برای خود حمله میکنه خودش مصاحبه کرد که نیروهای روسیه حالا به چاسوفیار میرسه که رسیده اما گزارش دادیم میرن به طرف یک منطقی دیگه است به نام پوکروکا در استقامت دونباس در پیشروی هستن بعد از پیشروی یک حمله بزرگ آغاز میکنن اونمو حمله بزرگ است که باز ما میگیم که اونمو فصل آخر مقامت اوکراین است چی میگه یادم؟ وضعیت جبهه میگه پیچیده است اما قابل کنترل کجاست قابل کنترل؟ ای بودانوف و اینا بسطلا از جمله کسایی است که روسیه امر توقیف از اینا رو داده بودانوف پرسانش کردن که خب شما چی میکنی؟ میگه که خوب ما هم در پرسونش زده حمله پرسانش میکنن میگه خوب ما هم زده حمله رو انجام میتیم کمبود گلوله توبخانه است خب برای چی ششتی دیگه دو دفتر فاینانشال تایمز گزارش دیگه میده میگه که روسیه تکتیک حمله به تاسیسات انرژی در اوکراین در پیش گرفته اکثریت شهرهای کلیدی را تحس... برق و گاز شده این اشیا میگه که روسا نیروگاه برق در مناطق کمتر حفاظت شده زدن. اما حالا به طرف کیف توجه دارم. از 22 مارچ تا 29 مارچ روسیه به هفت نیروگاه ارارتی و دو نیروگاه برق آبی حمله کرده از کار انداختن خب همه تاسیسات در مناطق بودند که سیستم های دفاع هوایی مدرن وجود نداره حتی اگر سیستم دفاعی مدرن هم وجود داشته باشه این کار میکنن حالا فایننشل تایمز میگه که چندین نیروگاه در اوکراین از جمله دخ... 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 نیروگاه انرژی خارکوف و طور کامل از بین رفته و خاطر بیشتر پیشتر گفتم که در خارکوف حال حفاری موازی جنگی ادامه دارد برای آمادگی می‌گیرند برای آخرین جنگ اینا تلاش هستن مناطق سنتی و شهرهای بزرگه اول از منابع انرژی محروم بکنن باز برند سرش مقامات اوکراینی فعلا خساراتی که وارد رو وارده بسیار زیاد میدانند یعنی تر از خسارات وارده که در دوره جنگ زمستانی 2022-2023 به بار آمده بود در داخل ارتش مشغول چی کار است؟ دفاع شما تصور بکنین یک مرد معلول گرفتن فلج بودن اوتیزم بودن یک آدم غیر عادی به زور این بردن به عسکری در خط اول به جنگ یعنی کمیسرای نظامی خارکوف یک, س... یک باشندر بیچار مریضان بودن به نام خایموف یوبنی ایره زده زدم تو به زور می برن. او اوتیزم است اوتیزم یک بیماری بسیار بسیار قابل یعنی توجه است که هر کسی که اوتیزم دار بسیار با او توجه میشه اون امور از شانایش به بردن جنگ در خط اول دفاع از وطنت با وجوده که مدارک پزشکی اون وجود داره تشخیص داده شده که اینی آماده نیست این معلول است او مرده که بیچاره را بدون آموزش رزمی و آموزش رزمی را چی میفهمه اوتیزم بردن ده لبای 113 در دفاع زمینی در منطقه کازاچیا لوپان اون یک بردن و جنگ است دیگه در پنج روز هم بود در پنج روز آتش توبخانه آمده، کشته بودن از بین رفت اینی اردوی اوگراین است اما شما تصور بکنید چه رقم دارید تجارت خون در اینجا بسیار رقت انگیز شدن تایمز گزارش کرده که جوان های اوکراین آل چی میکنن به خاطر از اینا به جنگ نبرند در بسیج کار میکنن کار میکنن تا رشوه برابر بکنن به کمیسارهای جلب جلب هزار بتن کار میکنن تا رشوه بتن که وقتی که میگیریشان ها اینا را رد کنند دستشان رد شد چشم پوشی کنند پول خدا بتن خلاص تایمز ای گزارش از داخل اوکراین کرده دو, دو انتظار است. دو گزینه جنگ یا فرار روزنامانگاران با جوانای کیف صحبت کردند فهمیدن که اکثر مردم گزینه دور انتخاب میکنند گزینه دو چیست فرار پولا را پسنداز بکو فرار اگر گیر آمدی هم ام پول بده تا رها شوی چرا؟ هیچ کس نمیخواه برای رژیم زلینسکی به جنگ ها. ای سقوط خود به خود خود نشان نمیده یک جوان گفته به نشریه تایمز گفته من میخوام خدمت کنم من نمیفهم چی بگویم با کتکی جنگ بکنم یکی از پایتخت نشینا گفته که چند هزار یورو بر رشوه من پس انداز کرده بودم تا کمیسر مرا در راه متوقف میکنه دفتا تحویل بکنم و خود رد کنم چرا؟ ما شما یاد ما هست که زلینسکی قانون امضا کرد که سن سربازی اجباری را از 27 و 25 سال کاهش داد حتی زنای باردار 60 هزار نفر بردن بزرگ به سلام یک قضیه که میگه که بیست و سال است سنش پایان است میگه نه تناسب اندامش خوب است بگیر اینا میگیرن یه یعنی ای این خبر نشان است شکاف پرنشدنی درونی میده پیشتر در اول برنامه رئیس جمهور فنلاند یاد کردیم که این آدم کشور شاد آباد خدا در دا دان بلا مثل کی؟ مثل پولند مثل استونیا حال چی میگه؟ رئیس جمهور فلان هیچ کس که نجنگیده اصلا نوبت ازی به جنگ نرسیده میگه که ادامه جنگ در اوکراین فقط و فقط از ادامه رسیدن به صلح از راه جنگ است ایتو شعار میده فقط بگوی فرمانده جنگ است الکساندر استاپ نامش است با سی این مصاحبه کرد گفت که هیچ گفتگوی بین روسیه و فنلاند وجود نداره روسیه کجا با شما باید سر چی مذاکره بکنه مثلا و گفته خب بین ما هیچ چیز نیست ما فکر میکنم که نیازی هم به مذاکره نیست و نباید مذاکره بکنیم کاسه داختر از آش میگن در ضرب المثل عوضه تمدنی ما اینی پیش از یک کس دیگه خب از جمله خود دیوید کامرون و استفان سجورند وزیر خارجه فرانسه اینا گفته بودن که اگر اوکراین شکست بخوره فاتح همه ما خاندگیست خب اینا رو به این ترتیب فاتحه خیشکست چی رو میگن یا یعنی میخواد از فاتحه جلوگیری کنه الکساندر استاب که بی جنگیم،, بی جنگیم بی جنگیم تا به سل برسیم یک سوی تفاهم است نیروی اوکراین آله در خارکوف مشغول سنگرسازی حفاری و اعمار بلنداج های دفاعی است. بر آخرین جنگ عکس هایی که از مواضع به نظامیان در اینترنت منتشر شد نیرار نشان میده که در خارکوف یعنی میتونم شب روز کار میکنن میکنن اسکواتور که میکنن و... اما یک چیز دیگر هم نشان میده که ساکنان شهر نشان میده که دست جمعی در حال ترک شهر هستن اینمی وضعیت در منطقه عدیسه هم در حال وقوع است اوکراینی اونجا با عجله خطوط استقامات هم استقامات, استقامات تدافعی است ایجاد میکنن مردم چی مردم که کرده که اپارتمان های خود ها به نیم قیمت کمتر از نیم قیمت به فروش گذاشتن تا که بکریزن برند مکیردین و این کابل مال شما در اما سال افتاد شمسی حالا میکه که ممکن است نیرای فرانسوی در شمال عدیسه مستقر شوند تا امنیت بندر تضمین بکنند ما فکر نمی که نیرای فرانسوی بیاید در عدیسه خب عملا نهدف جنگیز دیگه فکر نمی کنم جراد بکنم ای اعلان جنگ با روسیه است یعنی تا دیگه کدوم معنای نداره نشته سی بی سی این دوالزایت میگه خب یکی از سناریوی اعزام فرانسوی به اوکراین است وظیفه ارتش در ادیسا محافظت از بندر دریایی و حرکت همیتون سریع به قلمرو مولداوی است. در صورت که یک دم جنگ همی طرف کشانده شما پیش از پیش اینا در ادیسه میرن که مولداوی رو با این وصل بکنن عدیسه یا ادیسه دسترسی اوکراین با دریای سیا فراهم میکنه این بسیار شهر کلیدی از روسا پوتین این شهر شهر روسی اعلان کرده بود بنابراین ببینیم که این در دست کی میفته استقرار در مولداوی یعنی حمایت از ارتش محلی در صورتی است که روسا به این طرف حجوم بکنند حجوم می در این منطقه یک اقلیت به نام گاگاوز زندگی می که اینا با, با ارتش فرانسه که جمعه اینا باید همکاری بکنند و اک شکل ملیشه سازی یعنی سناریو آخری واضح است که اما بخش طرفدار مول غرب در مولداویا با استقرار ارتش ناتو چی میکنن؟ همکار هستن هر کس خب او بخشی که با روسا تمایل داره او هنوز سرنوشتش معلوم نیست حالا ساکنان عدیسه یعنی در تمام لوحه گذاشتن به طور انبو اپارتمان ها را میفروشن یک مشاور املاک گفته که هر روز تعداد زیاد از اپارتمان ها رو میان ثبت نام میگن ثبت نام ثبت نام حتی میگن که هر قیمت پایان رو میفروشی شما ایر بفروشین بر ما میره تبدیل به پول بکنین میگه ما ایران ماندیم چی بکنیم خریدار نیست در شهری که همه جای دادای خدا بفروشن خریدار کی است اینجاست که ساکنان شهر میگه نزدیک شدن نیروهای روسی را و نبردهای بسیار سهمگین پیش بینی میکنن اطلاع دارند میخواین هر کدامشان که خود از شر اپارتمان های عزیز خود فارغ بکنن رها بکنن مثل کابل ما شما یادتان است؟